دوستان عزیز، موشه ایساخان هستم. اتیکس، اخلاق، که گفتم تو هیچ دانشگاهی هم یاد نمیدن اینو، باید یاد بگیریم. دانشگاه محل کسب علم و دانشه و خیلی هم درست و بجا هست، ولی اخلاق درست باید انسان از تورا یاد بگیره، اونجوری که خداوند میخواد، خانواده، پدر، مادر، که جامعه بهتری داشته باشیم. در کتاب پند و اندرز پدران، همون فصل اولیم، میشنای شماره 8، یهودا بن تبای میفرماد ال تس اسمه خواه که ارخه هدیانه. میگه خودتو مثل وکیل های مال قضاوت نکن، لایر، و اونجوری عمل نکن. چرا؟ حالا توضیح میدیم. و میگه اخشعی و بلی هدین امدیم لفانه خواه، وقتی این دو نفر جلوی تو ایستادن، ایو به نخا کیرشاییم، به نظرت مثل آدم های راشا و ظالم و شرور باشن، اخش نفتاری میده فانخا، ولی وقتی که دیگه میرن از جلوی تو، ایو به نخا که زکاییم، اونا مثل بیگناه باشن. چرا؟ که شیقه بلو علیهم ای فدین، برای اینکه این دین و قضاوت رو خودشون قبول کردن. این چی داره به ما یاد میده که انسان خودشو مثل وکیل ها نکنه؟ یک جوکی میارن، یا با یک شخص به عنوانی که یه نفر رو کشته، قتل، توی دادگاه بوده و یه وکیل خوبم استخدام میکنه که تو آمریکا میبینیم، وکیل میره بالا اونچنان در مورد این موکلی صحبت میکنه که اصلا اونجا نبوده و این فلان شهر بوده و اصلا روحش هم خبر نداره و واو. و وقتی میاد میشینه میگه چجور بود؟ خوب بود. میگه واو، اینجوری که تو صحبت کردی، حتی من خودم هم شک بردم که این قتل رو انجام دادم یا نه. کار وکیل اینه که چه کار کنه، ماسمالیش کنه، یه جوری دیگه ببره که اصلا اونجا نبوده. قاضی یه جوری دیگه به این موضوع نگاه میکنه، قاضی اومده که اینا قضاوت عادلانه انجام بده. بنابراین به ما یاد میده که انسان ماسمالی نکنه، اگر مثلا اشتباهی کرده، گناهی کرده، به خدا هست، مثل آدم اولیه نباشه که وقتی خطا کرد خداوند بهش گفت آدم ایکو کجا هستی، چه کار کردی؟ گفت آه، این زنی که به من دادی باعث شد که من خطا کنم. یعنی گناه را انداخت سر همسرش. و ما هم متاسفانه این گناه هستیم، مثل وکیل ها عمل میکنیم. آه، تقصیر من نبود، من اصلا روحم خبر نداشت، تقصیر مادرت بود، تقصیر خواهرت بود، تو شروع کردی. در حالی که آدمی که بالغ مچور و آدمی که خدا ترسه، همونجور که ما صحبت توی تفیلا میخونیم، کسی که ایراد شماییم داره، موده الهائم به خیلی درجه بالایی که انسان ادمیت، اقرار کنه روی حقیقت، اشتباه کرد، آره همسرم، دوستم، تقصیر من بود، من اشتباه کردم، نندا سر عمه و خاله و ربای و جامعه و چیزی که متاسفانه بیماری بزرگ ویکتومایز، خودشون رو قربانی جامعه چیز میکنن، قلم داد میکنن، آه به من ظلم شده، اگر من توی کشور دیگه به دنیا اومده بودم، با یه پدر مادر دیگه بودم. نه، قبول کنه انسان، و این فوق العاده مهمه. پس میگه چی؟ این یهودا بن تبای میگه خودتو مثل این وکیل ها نکن که بخواد ماسمالی کنن، عذر و بهانه بیارن، و یا مثلا با دروغ و صحنه سازی و شاهد ساختن. و هدفش اینه، اگر طرف اشتباه کرده، وکیل نمیاد پیش قاضی که بگه آره این موکل من اشتباه کرده، نه، سعی میکنه اینو با هر جوری، حالا قانونی، اینو مبراش کنه. خب ولی اشتباه کرده، ولی تمام سعی خودش میکنه که اینو مبراش کنه. میفرما یه جمله طلایی، اینو بنویسیم، خیلی قشنگه. میگه عذر و بهانه میتونه انسانو از درد سر بیرون بیاره، ولی کمکی به رشد انسان نمیکنه. تا آخر عمر بشین عذر و بهانه بیار، ولی باعث گرو و رشد انسان نمیشه. چه تو ازدواج، تو بیزینس، با شریکت، من اشتباه کردم، آره تو مسئله حل میشه میره، و به صورت محترمانه، تا اینکه بخواد انسان جبهه‌گیری کنه، قشنگ بحث کنه مثل یک انسان بالغ، و این میتونه بره جلو. حالی که مسئله حل شد،
و گفتی من اشتباه کردم. خب اگر پول کسی رو خوردی پولشو پس میدی، اگر بی احترامی بهش کردی دلشو به دست میاری، حرف تو پس میگیری، معذرت میخوای، I'm sorry، نمیگی فقط I'm sorry، متاسفم، ولی چی متاسفی؟ و اون جمله رو بگی که چه کار اشتباهی انجام دادی، حالا دیگه پرونده رو میبندی و بایگانی میکنه تا قبرش میکنه، قدیش هم روش میزنه و دیگه هیچ وقت اینو باز نمی کنی. ولی بعضی هستن متاسفانه که پرونده دیروز و پارسال و 10 سال و 50 سال پیش هنوز زیر دستاشون و زیر بغلشون و تو خیابونا دارن راه میرن، تو خونه هی یادشون میارن، یاد همسرشون میارن، یاد خودشون میارن و لتگو نمیتونن بکنن. بنابراین میگه نه، انسان مثل یه وکیل نباشه، ماسمالی نکنه، اشتباهی کرده ادمیت، موافقت کنه و بعد دیگه تموم شد، رفت میره جلو. اتفاقا امروز که برنامه رو پخش میکنیم روز رشد خودش و اول ماه آدار هست که از وقتی آدار شروع میشه باید شادی سیمخا رو بیشتر کنیم. همه سال ما شادیم ولی آدار بیشتر و مزال یا سمبل این ماه هم ماهیه. یکی از خصوصیت های ماهی اینه که ماهی نمیتونه عقب بره. انسان خیلی قشنگ میتونه عقب گرد کنه ولی ماهی نمیتونه عقب شنا کنه. فقط فکر کنم یک نوع ماهی هست که میتونه عقب هم شنا کنه، ولی ماهی ها فقط به طرف جلو میرن. ما باید یاد بگیریم وقتی یعقوب آوینو بچه هاشو برخا میکنه، برکت میکنه، میگه مثل ماهی های دریا در زمین باشید. یعنی چی؟ ما هم تشبیه شدیم به ماهی، باید یاد بگیریم بریم جلو و چیزی که تموم کردیم دیگه دوباره بازش نکنیم. این پرونده رو سعی کنیم از زندگی نهایت استفاده رو ببریم، وگرنه اکثر مردم شب نامزدی این بلا سر من آوردی، عروسی اینجوری به من گفتی، مادرت اومد اینو گفت، حالا گفت یه بار صحبت کردی تموم شد رفت. دوباره هر دفعه که دعوا شد میخوای اینو دوباره بکشی جلو. خب این وقت که هیچ وقت انسان مشکلاتش حل نمیشه و شادم نخواهد بود. پس میگه وکیل ها معمولا به کلاینتشون، موکلاشون یاد میدن که مثلا اگر طرف چی گفت تو چی جوابش بدی. آره، ولی یک قاضی، حتی قاضی که مثلا الان ریتایر شده، بازنشسته شده، اجازه نداره به مثلا یه نفر اینو یاد بده. چرا؟ برای اینکه رفت تو دادگاه، من قبلا قاضی بودم، اینجوری بگو که بتونی بر علیه اون چیکار کنی، غلبه کنی. چرا؟ چون داریم به خلق خدا یاد میدیم که دروغ بگن، حقیقت رو انکار کنن. یکی از دوستان خودم که به اصطلاح مذهبی هم هست و ارتدوکسه، چون اگر کسی مذهبی و ارتدوکسه اینگونه عمل نمی کنه. لغت مذهبی هم لغت قشنگی نیست. اگر کسی واقعا انسان وارسته باشه، یهودی، مؤمن به تورا، اون چیزی که خداوند میخواد انجام بده، درست عمل میکنه. میگه بارها میره کورت. اینا خودش علامت خوبی نیست که هر کس دم و دقیقه میره کورت، دادگاه سو میکنه و سو میشه و غرامت مالی و اینها. میگه من آدمی که شمر شبات، کاشر میخوره، تپیلا، همه اینا، میگه من مجبورم تو دادگاه دروغ بگم، چون طرف دروغ میگه منم باید دروغ بگم. پس ببینید something wrong، این درست نیست. انسان عادت میکنه به دروغ گفتن که بخواد تو اون دادگاه برنده بشه. پس یاد گرفتیم که خیلی قشنگ تو انسان، تو زندگی، مثل اورخ دریان، مثل وکیل، مثل لویر نباشه که بخواد همه چی رو ماسمالی کنه و شب رو بگه روز بوده، روز رو بگه شب بوده، اصلا موکل من اینجا نبود، اون موقع که قطع اتفاق افتاد اصلا چه کشوری دیگه بود. و نه، انسان با خدا، با همسر، با شریک، با دوست اشتباه کرد، آمساری، من تقصیر از من بود و بره جلو. بعد میگه خیلی قشنگ، میگه وقتی که این موکلین ایستادن به جلوی تو، در نظر تو مثل آدم راشا باشن. چرا؟ و به صورت آدم شرور و راشا به اینها نگاه کنیم. اولا که ربه میاره خیلی قشنگ، همین که اومدن توی دادگاه یه شرارتی درشون هست. چرا؟ برای اینکه اگر انسان‌های وارسته بودن، اگر واقعا عشق به همراه داشتن، اگر گذشت داشتن، اگر می‌خواستن مسائل رو حل کنن، می‌تونستن کامپرومایز کنن، بشارا مصالحه کنن، با همدیگه بالا پایین کنن،
مسئله رو حل کنن. این نمیخوان این یه وکیل بگیره، این نمیخواد یه وکیل بگیره، وقتشون رو تلف نکنن، صدها هزار دلار خرج نکنن و خیلی راحت انسان میتونه یاد بگیره. کسانی هستن که میتونن بیان قبل از که انسان بره کورت، بلدن موضوع مالیه جا هست، موضوع طلاقه جا هست، هر موضوع آدم های مشاوره مخصوص به خودش داره، مسئله رو چیکار کنن حل کنن که به دادگاه اینا کشیده نشه. پس اگر کسی رفت دادگاه، همین که جلوی تو اومدن ایستادن، به قاضی ها میگه، به انسان این درس رو یاد میده، باید بدونی یه شرارتی در اینا هست، اینا بر رو خودشون کار کنن، عشق به هم نوع رو در خودشون چیکار کنن قوی کنن. همین که رفتن پاشون به دادگاه باز شده، این علامت خوبی نیست. این کیس اوله. و میگه قاضی باید به هر دوشون به صورت مثل آدم راشا و شرور نگاه کنه. میگه چرا؟ گول ظاهر، مثلا نفر ریش داره، کلا داره، یا حتی مثلا دکتر، وکیل، لباس آبرومند پوشیده، شخصیت داره، اصلا حرم بام تو حلاقا میاره که وقتی یک قاضی داره دو نفر رو قضاوت میکنه، جاج میکنه، باید به هر دو به صورت یکسان نگاه کنه. حتی اگر یه نفر لباس خیلی فاخری پوشیده، یکی بعد وقتی بیچار لباس پارپوره پوشیده اومده، اجازه قضاوت نداره. باید به این آدم ثروتمند بگه یا برای این آدم فقیر یه لباس آبرومند میخری که من بتونم شما رو قضاوت کنم، یا تو هم مثل اون هم این گونه لباس میپوشی که یکسان باشید. اون موقع من متمایل به شما نشم، چون ناخودآگاه این تا چقدر انسان میتونه گول ظاهر رو اینا رو بخوره. پس تو دلت نگو آره این آدم صدیقیه، بابا این میاد کنیسا صداقا میده. اگر این حرف رو زدی، دیگه ناخودآگاه بسته میشه این فکرت و نمیتونی اون اشتباهاتش رو چیکار کنی ببینی. ولی وقتی بگی آره این دو نفر که اومدن اینجا، من مثل آدم های راشا هم اشتباهی کردن اومدن اینجا، اون موقع میتونی درست قضاوت کنی و دنبال حقیقت بگردی و به عمق مطلب میتونی برسی. یعنی دیدتو نمیبندی. البته تو آمریکا به نظر میاد برعکس، یه قانون دارن میگن هر کس بیگناه هست is innocent تا اینکه ثابت بشه، پروف بشه که گیلتیه، مجرمه. واو. ولی میشتا میگه نه، وقتی اومدن جلوت اینها هنوز قضاوتم نکردی که راشا، مثل آدم کی هستن؟ راشا هم. چرا؟ ربای تویرسکی که هم روانشناسه، یادش بخیر، و ربای خیلی قشنگ، یک میگه تحقیقی کرده بودن در سال 1950، یک سایکاتریک روان درمانی میاد یه نفر رو هیپنوتیزم میکنه و تو کلش بهش میگه که آره کمونیست ها اومدن میخوان رخنه کنن در آمریکا، در اخبار رو و اینها، و میخوان آمریکا رو تحت تاثیر خودشون قرار بدن با این ایدئولوژی کمونیستی. واو. اینم وقتی که از اونجا میاد بیرون، میره با یه نفر تو NBC تماس میگیره، البته اینم از قبل برنامه‌ریزی شده بوده که اینو ببینه، اون طرف خبر داشته که این هیپنوتیز شده. میگه آره، میگه من شنیدم که قرار این کمونیستا بیان و رخنه کنن در آمریکا و اخبار و اینها. میگه شاهدی چیزی هم داره؟ میگه آره من خودم اونجا بودم، توی این ملاقات بودم، زمان رو بهشون میده، مکان رو میده، اسم آدم ها رو میگه و میگه اینکه کافی نیست. میگه آره این کت شلوار، این لباس، تمام اینها رو چیکار میکنه؟ میگه که مثلا ثابت کنه بوده، برای که اصلا همچیزی اصلا نبوده، این فقط هیپنوتیزمش کرده بودن. وقتی که دکتر این از حالت هیپنوتیزم در میاره و اینو دور میکنه ازش و این صحنه ها رو فیلم برداری کرده بودن و بهش نشون میدن، اصلا شاک میشه، میگه واو این منم، من اصلا همچی جایی نبودم، اصلا همچی آدمی رو ندیده بودم. میگه خیلی قشنگ، چون انسان بایس زینفه در یک موضوع و وقتی که به یه چیزی اعتقاد سخت داره که اون حقیقته، حتی اگر شده چیزهای تخیلی میسازه، اسم در میاد، میگه و چرا؟ برای که بگه حق با منه. حتی انسان تو پای مرگم بعضیا میرن که بگه آره
حق با منه، قانون باید منو حمایت بکنه. چرا؟ برای اینکه اینگونه داره از دید خودش به موضوع نگاه میکنه، از لحاظ روانشناسی سایکولوژی داریم بهش نگاه میکنیم. بنابراین خوبه که انسان بفهمه یه نفر که میره قاضی، پیش قاضی، فکر میکنه که حق با اونه. چطور میشه این فکر میکنه حق با اونه؟ مطمئنه مطمئنه. این طرف هم میگه حق با منه، مطمئنه مطمئنه. مگه نیست دوتاشون حق با اونا باشه؟ مگه نیست دوتاشون برنده باشن؟ غیر ممکنه. ولی طبیعت انسان اینگونه است، هر کس فکر میکنه کیس حق با منه. و اگر قاضی یه جور برعکسی گفت، آه اصلا حالیش نیست، به من، به موضوع من خوب رسیدگی نکردن، چیزی که همیشه تو جامعه میبینیم، آدم ها یه واقعیت رو خودشون قبول میکنن، دیگه ولش هم نمیکنن، لتگو نمیکنن، حتی گفتن تو پای مرگم میرن. و این باعث گمراهی انسان میشه، میسلید کردن انسان میشه، نقش بازی میکنه تو مغز خودش، تصوراتی میکنه. بنابراین وقتی قاضی بگه که آره هر دو اینها اشتباه کردن، نه که اینا گناهکارن، میگه که رشایی مثل آدم های راشو هستن، مثل آدم های ظالم هستن، مثل که اینا اشتباه کردن، اون موقع متوجه این تصورات، ایمجینیشن هایی که هر کس برای خودش واقعیت داره میشه. تو واقعا این تو پرانتز فرق بین آدم بزرگ هست و بچه. انسان از هر کسی میتونه درس یاد بگیره، چون ما آدار، ما شادیه، و سعی کنیم تا اونجایی که میتونیم شاد باشیم، خودمون و دیگران رو شاد کنیم. آدمایی که شادن، پذیرش دارن، قبول میکنن اشتباه کردن. حالا توضیح میده، میگه آدم بالغ ترجیح میده حق با اون باشه، ولو اینکه میزربل، اصلا بدبخت و بیچاره هم باشه. من میخوام حق، من میخوام موضوع، من دنبال پرینسیپل اصل میگردم. وقتی این جمله گفته شد، یعنی دیگه حالا حالا درست نمیشه. ولی یک بچه، چایلد، ترجیح میده که شاد باشه، ولو اینکه حقم با اون نباشه. کدامش بهتره؟ خواه انسان شاد باشه ولو اینکه حقم با اون نباشه، اینکه نه ثابت کنه تا پای مرگ و طلاق و جدایی و همه اینا بره، ولی حق با من، من میخوام ثابت کنم تو دادگاه پرینسیپل اصل. حماقت مزه. یه نفر تو لس آنجلس، یه نفر پولش خورده بود 400,000 دلار، داستان واقعیه، و نمیخواستم مسئله رو خیلی راحت حل کنه، رفت وکیل گرفت، خلاصه حدود 400,000 دلار خرج وکیل کرد. البته پولش رو تونست پس بگیره، ولی دیپرس شد، افسرده شد، طلاق گرفت، زندگیش متلاشی شد. چرا؟ برای اینکه میخواست ثابت کنه حق با منه. درست انسان باید بره حقش رو بگیره، ولی خیلی محترمانه، خیلی با شرافت، مثل یک انسان وارسته میتونه بره. هم مثل بعضی هستن که تو جامعه میبینه متاسفانه میرن کورت انگار دشمن خونین. دکتر رعوفی روانشناس میگن به اینها که میخوان طلاق بگیرن، میگه طلاق خونین، بلادی دیورس. این یه وکیل، این یه وکیل، وکیل هم که متاسفانه میشه بعضی وقتا کاسه داغتر از آش. حالا اینا ول کردن، وکیل ول نمی کنه، میگه نه با برید. خب این متاسفانه چیه که مسائل پیش میاره، لتگو نمی کنن و نهایتا این میگه نه تنها از هم طلاق میگیرن، به بچه ها و کازینا با هم ارتباط ندارن، با مثلا دو نفر شریکن، دو تا دوستن، دو تا برادر دعوا میکنن سر موضوع مالی. حالا میگه زناشون با هم حرف نزنن، بچه هاشون با هم حرف نزنن. اینا اصلا این چیزهایی که واقعا بچه بازیه، واقعا میخوان ثابت کنن که حق با منه. و متاسفانه متاسفانه تو جامعه برادرهایی میبینیم که 40 ساله با هم قهرن، حرف نمیزنن. خواهر و برادر داریم، پدر و فرزند داریم، زن و شوهر داریم که اصلا طلاق گرفتن، که متاسفانه تو جامعه 50-60% متاسفانه این گونه هست. ولی تیکه پاره میکنن همدیگر رو، پولا رو آتیش میزنن. بنابراین اگر انسان دنبال حقیقت باشه و بدون اشتباه کرده و بخواد حق کسی رو ضایع نکنه، خیلی خیلی قشنگ میتونه بره جلو. پس میگه مثل اورخ دریان نباش، مثل وکیل نباش که همیشه رو ماسمالی کنی و نمیدونم این مسائل پیش بیاری. این درس فوق العاده بزرگی رو داره به ما میده. پس وقتی میان پیش تو میگه بین نگاهشون کن که
که مثل آدم های راشا هستن، چون حتما یه اشتباهی دارن که اومدن اینجا، همین که نتونستن به خودشون حل کنن مسئله را با یه واسطه ای، حتما یه مسئله دارن که گفتیم عشق و محبت رو باید به هم نوع بیشتر کنن و هر کس هم گفتیم بایس زینف موضوع رو طبق نظر خودش میبینه و فکر میکنه حق با اونه. البته خیلی مهمه، دنیس پرگر میاره، ما ایرانی ها وقت مثلا با بچه هامون بازی میکنیم، حالا تخت نرد یا شطرنج هر چیزی، بعضی پدرها مادرها سعی میکنن ببازن که بچهشون رو یه احساس خوبش بدن. این بزرگترین اشتباهه. چرا؟ برای اینکه بچه باید از پدر و مادر یاد بگیره یه موقع تو زندگی نو نه رو بفهمه، یه موقع تو زندگی باید بفهمه باخته، شکست خورده. همیشه که زندگی برگ برنده دست انسان نیست، یه موقع انسان اشتباه کرد، از تجربهش استفاده میکنه. بنابراین تو کجا میتونه یاد بگیره؟ تو خونه بهترین جا است که یاد بگیره اتیکس، اخلاق، که وقتی وارد جامعه شد اگر شکست خورد، اگر رفت دادگاه، دیگه مسخره بازی در نیاره و دعوا و نمیدونم تو این کنیسا دیگه نره، تو این خانواده نره، شبات عروسی نره، میلاشون نره. اینا اصلا یه چیز عجیب غریبیه که نمیدونم از کجا اینا پیدا شده. حالا میگه خیلی قشنگ، میگه وقتی هم که دین و قضاوت جاجمنت تموم شد، به اونها به عنوان دو تا اینسنت، آدمایی که مزکی و بیگناه هستن، نگاه کن. چرا؟ میگه چون هر دوشون دین و قضاوت رو خودشون قبول کردن، هر کدام واقعا فکر میکرد حق با منه و دلیل و برهان آوردن، ولی وقتی که دیگه کیس تموم شد، اون موقع همدیگر رو، صورت همدیگر رو ماچ میکنن، دست میدن و میرن با یه جعبه شیرینی. این کار درستشه. ولی اگر ایستادن و خدای نکرده همدیگر رو نفرین کردن و نمیدونم داد و بیداد و یا به قاضیه فوش دادن و آقا اصلا حالیش نیست و تو دروغ گفتی و چیش اینا، این دیگه آدم های درسته نیستن. ولی اگر قبول کردن، اون موقع آدم های بیگناه هستن. حتی اگر یه نفر برنده یه نفر بازنده، هر دوشون مزدکیان. چرا؟ برای اینکه دین رو خودشون، قضاوت رو خودشون قبول کردن. انسان باید سر تعظیم فرود بیاره، روی اون گفتیم مودل هایمد، روی حقیقت اقرار کنه، قبول کنه، پذیرش کنه، میتونه اون موقع شاد باشه. ولی اگر همیشه بخواد برنده باشه و باج نده، مثل یه چوب محکم سفت محکم بیسته خشک، خب میشکنه. انسان باید فلکسیبل باشه، انعطاف‌پذیر باشه، اشتباه کردم میدم این بر، این نشود میرم اون بر، و حق کسی رو ضایع نکنه. تو پرانتز، باز بعضیا قبل از که بخوان طلاق بگیرن، پول همسرشون رو از قبل برنامه‌ریزی میکنن، به اسم عمه و خاله و دایی میکنن و بعد طرف بیچاره رو با هیچ رها میکنن، که این کار درستی نیست. اصلا درست نیست بخوای از 2 سال 3 سال قبل بخوای طلاق بگیری ولی با همسرت باشی و بخوای سرش کلا بدی، اینو کلا برداریه. حالا ممکنه قانون روش چیزی نیذاره، دست نیذاره، ولی از لحاظ اتیک اخلاق درست نیست. تا که میخوای جدا بشی، چرا میخوای این کار؟ مثل آدم بگو آره میخوایم جدا بشیم، این سهمیه، کسی که با هم یک عمر زندگی کردن زیر یک سقف، یک حقی داره، نمیتونه حق اونو ضایع کنه. یا بعضی وقتا مردها طلاق یا گت یهودی ها نمیدن، یهودیت نمیدن، و این زن بیچاره میمونه، نمیتونه ازدواج کنه، چون اگر بخواد ازدواج کنه با کسی، زن شوهردار محسوب میشه و بچه که به دنیا بیاره، خدا نکرده، مسئله سازه. بنابراین چه زن چه مرد باید این نکات رو رعایت بکنن، به هم دیگه هم بنفیت آف داد تو قضاوت، هم دیگه رو محکوم به اون صورت نکنن، چون این بلا سر خود انسان اومده. خیلی وقتا ما فکر میکردیم درسته کارمون، ولی اشتباه فاحش و بزرگی کردیم. آیا ما توقع داریم که همه دنیا بر علیه ما جمع بشن تو سوشال مدیا و اینترنت و تو کنیسا و مارکت و عروسی ها پشت سر ما حرف بزنن و ما رو محکوم کنن؟ نه. پس ما هم این بلا رو سر یه نفر دیگه نیاریم.
خیلی مهمه آبروی کسی رو نبریم، حق کسی رو هم ضایع نکنیم. و خیلی قشنگ توضیح میده رابای نخمان برسلو که اگر انسان خودش رو قضاوت کنه، چون ما هر کس با قاضی خودش باشه نه قاضی دیگران باشه، اون موقع از بالا ما رو قضاوت نمی کنه. ولی اگر کسی خودش رو قضاوت نکنه، اون موقع از بالا اونو قضاوت میکنه. برای هر از گاهی، نه همیشه، انسان باید هر از گاهی بشینه تنها مثل یک حسابدار حساب کتابش رو بریزه بیرون، نقاط ضعفش رو بدونه که برطرف کنه، نقاط مثبتش هم بدونه که اونها رو ایمپروف کنه و بهتر کنه و بعد شاد بره جلو. اینو باید هر از گاهی انجام بده و مثل یک وکیل گفتیم نباشه که بخواد موضوع رو ماسمالی کنه. اگر اشتباهی کرده متوجه بشه، دست بذاره روش، پول کسی هست بره بهش بده، حق کسی رو ضایع کرده، آبروی کسی رو برده، اینو درستش کنه. چون تا مادامی که انسان زنده هست میتونه این کارا رو انجام بده، ولی بعد از 120 سال اون دنیا آخرت دست انسان بسته هست و هیچ کاری نمیتونه انجام بده. این دنیا بزرگترین نعمتی هست که خداوند به انسان داده. میتونه انسان بزرگترین اشتباه ها گناهات هم رو حتی ترمیم کنه، تیغون درست کنه، ولی اون دنیا هیچ دسترسی به اینها نیست. و نهایتا شخصیت معروفی داشتیم به اسم دبورا هناوی، زنی بوده که زیر درخت نخل پالم تری می نشسته و قضاوت میکرده. یه زن فوق‌العاده استثنایی بوده و میگن چرا میرفته زیر درخت نخل مینشسته؟ چون ما یه قانون داریم تو یهودیت به اسم ایخود که زن و مرد، اونا که البته ازدواج کردن که نه، اونا که مثلا با هم ارتباطی ندارن، تو یک اتاق تنها نمیتونن باشن. علم پیشگیری به مراتب بهتره تا اینکه بعد اتفاقی بیفته و بعد انسان نفر مریض بشه بعد بره دارو و علاج کنه. ولی اگر جلوشو بگیره ای خود حواسش باشه، اون موقع به آلوده گناه هم نمیشه. خیلی چیز زیبا و خیلی چیز قشنگیه. بنابراین دبورا هناوی پرافت پیامبر می نشسته یه جای باز، تو اتاق نمی رفته و مردم می اومدن پیشش و قضاوت میکردن. و اینجا سوال میکنن، این که ما میگیم یک زن با یک مرد نمیتونه تنها باشه توی اتاق با یک مرد، ولی وقتی دو نفر میان قضاوت کنن دو تا مرد، دیگه مسئله خود این تنها بودن وجود نداره. طبق حلاخا میتونه با دو تا مرد باشه، میرسن تو اتاق باشن. پس چرا میرفته زیر پالم تری درخت نخل و قضاوت میکرده؟ خیلی قشنگ، به خاطر همین میشنایی که ما خوندیم میگه وقتی دو نفر میان پیشت باید چی باشه؟ مثل رشاین باشن، مثل آدمای شرور و ظالم باشن. چون همین که نتونستن مسئله رو بین خودشون یا با وسیله یک واسطه مسئله رو حل بکنن، یک شرارتی درونشون وجود داره. پس آدمای درستی به اون صورت نیستن. چون اگه واقعا عشق به هم نداشتن، حتی پاشون هم به دادگاه و قضاوت و اینا کشیده نمیشد، وکیل و وکیل کشی. مثلا خیلی به صورت انسان وارسته مسئله رو حل کنن. بنابراین ای خود که یک زن و یک مرد تنها با هم نمیتونن باشن، حتی در مورد دو تا مرد شرور و ظالم هم اپلای و صرف میکنه. پس بنابراین این که میگیم یک زن با دو تا مرد میتونه توی اتاق باشه، آره، دو تا آدمی که واقعا آدم درستی هستن. ولی اگر دو تا آدمای نابابن، حتی با دو تا آدم نابابم یک زنی میتونه توی یک اتاق باشه. بنابراین دبورا هناوی تنها زیر درخت نخ مینشست، حتی اون دو تا راشان که میمدن اون موقع دیگه توی اتاق تنها نبود و در معبته باز این کار رو انجام میداد، قضاوت رو هم انجام میداد. امیدواریم که خداوند کمک کنه دید درست به هم دیگه داشته باشیم، کسی رو قضاوت نکنیم که ما مورد قضاوت قرار نگیریم. و امیدواریم که ماه آدار که شروع کردیم، ماه سیمپا شادی باشه، پذیرش اشتباه، پذیرش گناه، به همسر، شریک، به خدا
بزرگترین شعاری هست برای انسان. من قبول میکنم اشتباه کردم، مسئله اصلا فیصله پیدا میکنه، ولی اگر بخوام ماسمالیش کنم و مثل عرفتیان، مثل لویه، مثل وکیلا بخوام عمل کنم، اون موقع نمیتونم آدم شادی باشم. ماه خوب، خودش تو و به سرور تو بود برای همه.